گلستان سعدی باب اول در سیرت پادشاهان. حکایت هشتم. هرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت خطای معلوم نکردم، ولیکن دیدم که محابت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند. ترسیدم از بیم گزند خیش آهنگ هلاک من کنند، پس قول حکما را کار بستم که گفتند از آن که از تو ترسد بترس ای حکیم، وگر با چنوست برایی بجنگ. از آن مار بر پای راعی زند که ترسد سرش را بکوبد بسنگ. نبینی که چون گربه عاجز شود برارد به چنگال چشم پلنگ. حکایت نهم. یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که سوار از در درآمد و بشارت داد که فلان قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر آمدند و سپاه و رعیت آن طرف با جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک نفس سرد برآورد و گفت این مژده مرا نیست، دشمنانم راست، یعنی وارثان مملکت. بدین امید بسر شد دریغ عمر عزیز، بدین امید بسر شد دریغ عمر عزیز، که آنچه در دلم است از درم فراز آید. امید بسته برآمد ولی چه فایده زانک، امید نیست که عمر گذشته باز آید. کوس رحلت بکوفت دست اجل، کوس رحلت بکوفت دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید، ای کف دست و ساعد و بازو، همه تودیع یکدیگر بکنید. بر من افتاده دشمن کام، آخر ای دوستان گذر بکنید. روزگارم بشد بنادانی، من نکردم شما حذر بکنید.